سلام عرض کنم صحبتون بخیر خیلی خیلی هیجان زدم امروز در خدمت شما هستم در ارتباط با بحثم میخوام کم راجع به این صحبت کنم که قطب نمای درونی من چجوری کمک میکنه به این که من تغییر مسیر بدم ظرفیت های جدید پیدا کنم و چجوری این اتفاق و این ظرفیت میتونه قابلیت های جدیدی رو برای من به وجود بیاره که با شروع علاقه ادامه بدم به مسیر حرفه ایم و زندگیم قصه از جایی شروع میشه که من نوجوان بودم بازیگر تئاتر بودم ولی دوست داشتم فیلم ساز بشم دائما دنبال هویتم بودم و هویتم رو جستجو میکردم که به عنوان یک نوجوان میخوام در آینده چیکار کنم تئاترهای خیلی زیادی بازی کردم تو شهر کوچیکی که زندگی میکردم بندر انزلی خیلی خوب منو میشناختن تا اینکه یک کانون فیلم بندر انزلی را افتاد و من بلا فاصله رفتم اونجا عضو شدم و شدم کوچکترین عضو این کانون خب هر کاری که بود به من میدادن دیگه من کوچو مرداد بود اون, کارو بکن مرداد بیا این کارو بکن و بعدش من فرستادن که پوستر بعضی از اساتید و فیلم بزرگی که میان و بچسبونن به در و دیوار و درخت و اینها تا اینکه دو تا آدم اونجا اومدن یکی عباس کیارستمی و یکی کیانوش ایاری من خیلی فیلم و فیلمسازی و علاقمند بودم و راجبش میخوندم ولی یه شب مثل یه سالن سینمای بزرگی نشسته بودم و فیلم آنسوی آتش ایاری پخش شد تو کویر راجب عشق و اتفاقهای خیلی زیادی که داغ کرد منو آتیش زد و من از بندر انزلی تا خونمون که خارج شهر بود برای اولین بار تو زندگیم، تو شب پیاده رفتم. اونجا فهمیدم که این کاریه که من دلم میخواد انجام بدم، با ی وجودم. اونجا فهمیدم که باید یه نقطه بذارم و جستجو کنم منحنی دومم چون من منحنی دوم رو تازه باهاش آشنا شدم، ولی واقعا فهمیدم که چقدر دو زندگی من تاثیر داشت خودم رو سپردم به قطب نمای درونم انتخاب کردم و رفتم سمت سینما پدرم سه بار ورشکست شده بود و ما هیچ پولی نداشتیم و برای یه آدم رویا مثل من این اتفاق پایان همه چیز بود اما من تمام کتاب کتاب که خیلی دوست داشتم فروختم و با پولش دونستم یه فیلم کوتاه هشت میلیمتری رو با دوستام بسازم و هیچی از فیلم سازی نمیدونست. اولین باری که کات می زدم نگاه می و اتفاق اینکه اون چیزی که تو ذهنم داره رو پرده حرکت میکنه هیچی تو زندگیم با اون قابل قیاس نبود. بعد از اون تصمیم گرفتم که برم سربازی تقریبا 18 سالم بود جنگ تازه تموم شده بود افتادم نجف آباد اصفهان سری رفتم یه دو تا فیلمنامه نوشتم فیلمنامه کوتاه داستانی بیشترش راجع به خودم بود یه پسر بچه ای که به هر دری میزنه برای اینکه دیده بشه برای اینکه جهان خودش و بیرون خودش رو بشناسه ولی خیلی موفق نمیشه بردم سینما جوان نجف نجف آباد و به رئیسش گفتم آقا من از شمال اومدم دو تا فیلمنامه دارم یکیشو بچه های شما بسازن یکیشم اگه بشه اجازه بدید من بسازم یه فیلم هم ساختم خیلی هم از سینما بلد نیستم ولی با کمک شما میتونم رئیس اونجا خیلی مهربون گفت که حتما و پشتیبانی کرد از منو، من و دوستام هم اومدن به کمکم و من هی تو پادگان مرخصی میگرفتم در میرفتم سر فیلم برداریم بعد از اون مرخصی تموم شد دیگه چقدر بهت مرخصی بود؟ <laughs> شروع کردم جل کردم امضای رئیس و پادگان و اینا رو خودم بر خودم من می نوشتم میرفتم بیرون بعد فهمیدن بعد دیدم چند روز دیگه بیشتر باقی نموند، دست سیم رو در میرفتم پریدم اونور بود بود یه راه طولانی بود می دویدم اونجا و دیگه فیلمو تموم کردیم فهمیدن یه دو روز منو انداختن انفرادی و فرستادن خرمشهر دم مرز چاله بکنم اونجا چون تازه جنگ شمع شد و دپو درست میکردن و تو این دپو هی با چاله میکندیم که امکان داشت دوباره جنگ شروع بشه و اینا من دیدم که فقط باید اونجا چاله بکنم و فیلمم هم که اونجاست شروع کردم به خوندن روزی ده ساعت راجب سینما هر چیزی که بود میخوندم به من گفتن که فیلم انتخاب شده توی جشنواره سینمای جوان تهران میای قطعا نمیام چون به من مرخصی نمیدادن اصلا همون قدش هم زیاد بود و اینا هی hey, برام تلگراف اومد تلگراف های مختلف و فیلم تونست اونجا چند تا جایزه بگیره بعد از یه مدتی احساس کردم که میتونم رو پای خودم بایستم و این تغییر تونسته بهم کمک کنه تو زندگیم دانشگاه شرکت کردم روزی ده ساعت واقعا میخوندم یعنی بدون غذا و خوراک و همون و دستشویی ده ساعت حتی منو جاهای مختلف میفرستادن برای پست دادن که این نخونه میرفتم با زیر لامپ دستشویی شروع میکردم به خوندن و پیوسته این اتفاق رو دنبال میکردم تا کنکور قبول شدم تکرقمی شد نمرم و برگشتم خونه این خبر خوب بدم و خبر خوب و دادم اما هیچ پولی نبود که من بتونم برای مصاحبه رشته تئاتر قبول شدم برای مصاحبه تئاتر برم تهران پدرم هم نبود چون به دلیل مشکلات مالی معمولا خونه نبود فکر کردم که دیگه نمیشه مادرم خیلی نگران و مسترب بود و دختر همسایمون یه دختر نوجوان بود که اون رفت قلکش رو شکست انقدر پول خورد رو ریخ و ریخت توی پلاستیک آورد گفت که مثلا با مادرش اومد گفت با این برو آینده آیندت او هیچ وقت اون پول خورداتون کیسه یادم نمیره توی زندگی پا گفتم آبا خیلی ممنون گفتم ماما من خیلی بی استعداد نیستم سال دو دیگه دوباره شرکت میکنیم و اینا تمام شب به این مسئله فکر کردم و دیگه خوابم برد نزدیک ظهر بیدار شدم دیدم که یه بسته پول کنار بالشمه مامانم هم همجوری زده به صورتم در من نگاه میکن بلا فاصله دیدم انگشت حلقه ازدواجش دستش نیست و یه گردمند داشت که همیشه من گردمنده رو مسخره میکنم این کره بود گفتم آخه این کره گرد چی آخه اینجا اذیتت نمیکنه اینا و اصلا چی نتونستم بگم زبونم بند اومده بود گفت ببین اینا بر میگرد جفتمون از دست این کره ای که تو ازش ناراحتی خلاص شدیم تو برو معلوم نیستی که دوباره چقدر این اتفاقا برات بیفته اومدم تهران قرار بود برم خونه یکی از فامیلا یه مهمونی بود اونجا و اینا نتونستم برم پیش فامیلامون توی اون خونه یه در قدیمی بود من رفتم اونجا و توی تاریکی سه تا پله میخورد توی تاریکی اونجا نشستم و تا صبح خوابیدم بیدار بودم با این کیف بغلم و صبح برای مصاحبه رفتم دانشکده یه سینما تاعتر. یه چیزی رو داشتم تو دستم هی، یه کتابی هی حفظ میکردم اینا و ای باز خودم دیالوگ اینا میگفتم اونا میگفتم و اینا و هی صورتم رو میشستم که چشمام میسوخت تا اینکه باید گفتم به خودم که ببین این همه درد توته چرا از خودت نمیگی چرا از زندگیت نمیگی نقشه یه جوونه که نارتی روانی داره و به دلیل اینکه پدرش زندانی سیاسی بوده و اونو خیلی زدن و از خونه بردن و این تعادلش به هم خورده و الان توی سلوله، توی بیمارستان روانی و گرفتم چون تونستم پدرم جای اون قضیه بذارم پدرم زمانش خورداد دو به دلایل سیاسی گرفته بودنش و رفتم تو اون نقش و تمام فشارهایی که این مدت رو اومد و ریختم بیرون نقش یه پسر دیوونه وقتی به خودم اومدم یه متفایل شدم دم تمام داور رو دارن گریه میکنن قبول شدم بلا فاصله یه تاعتی رو شروع کردم به با عنوان بازیگر چند تا جایزه به دادن و اینا ولی باز میخواستم فیلم بسازم تغییر رشته دادم به سمت سینما و شدم دانشجوی سینما اما یه اتفاق باز مسیر زندگی ما عوض کرد توی تئاتر استقرار داشتم ولی خیلی راضی نبودم باز این قطب نمایه منو میکشید اینوری وری چون احساس میکردم شور و اشتیاقم به اون سمت به عنوان اولین فیلمساز زیر 25 سال ایران بعد از انقلاب من فرستادن سوئیس فکر کنید از بندر انزلی، خورمشهر، سوئیس رفتم اونجا و هر روز میشستم فیلم میدیدم و میدیدم که اصلا من هیچ چی از سینما نمیدونم هم سن و سالم از کشورهای مختلف انقدر فیلم‌های خوبی ساخته بودن که من فهمیدم من فقط روی سینما رو میشناسم عمقش رو اصلا درک نمیکنم وقتی برگشتم مسیر زندگیمو ما عوض کردم دانشگاه به ما یه دوربین عکاسی کوچیک داده بود و من شروع کردم به سمت این رفتم که سفر کنم به عکاسی این دوربین انگار افسار من دسته این بود همه جا منو میکشید هیچ وقت یادم نمیره میدون آزادی اونجا یه ترمینال اتوبوس بود بلیت داشت برای جاهای مختلف من رفتم یه جایی یه آقای مهربونی بود گفتم آقا یه بلیت بهم بدین من بلیت میخوام گفت خب برای کجا گفتم جاش فرق نمیکنه هر جا باشه من میرم میخوام برم عکاسی کنم گفت آقا خب یعنی چی کجا میری لهجه خیلی شیرینی هم داشت گفت خب کجا میری من بر بیلی صادقا مسخره کرده من گفتم ببینید هر جا بشه من میرم فقط روی چرخ نباشه گو مثلا اردبیل گفتم میرم یه بلیط داد اردبیل من رفتم این چند سال ادامه پیدا کرد که این بلیت به میداد هر جا دلش میخواست منو میفرستاد منم هر جا که این میفرستاد میرفت برای اون بازی بود برای من یه جور قمار و یه جور کشف اونجا تونستم مردمم رو بشناسم اونجا تونستم بفهمم که زندگی من تماس نزدیک با آدم های واقعی و زندگی اوناست شما هیچ کدوم از فیلم های منو نمی که آدم توش نباشه اونجا تونستم یاد بگیرم با آدم ها چجوری نزدیک بشم به جهانشون ورود کنم درگیرشون بشم و بعد از اون برگشتم و گفتم که خب اکاسی و جدی ادامه بده تو با تصویر خوب بشناسی اگه میخوای سینماگر بشی باید مردم تو خوب بشناسی و باید قصه گوی خوبی باشی پس قصه آدمایی که قصه دارن رو باید تعریف کنی و من سالها عکاسی کردم هزاران نگاتیو از همه جای ایران و بعد سفر سفر که این عادت هنوزم هم همیشه هنوز هم با منه و همیشه این سالها با من شروع کردم به عکاسی کردن از چهره های بزرگ و عکسی و دیدید که شجریان دستش رو صورتش چشماش و بسته یا شاملو سیگار دستشه. اینا همه پورتری که من تو اون سالها گرفتم، خیلی فستیبال شرکت کردم کتاب ها مجله ها و اینا و به عنوان یک عکاس استقرار پیدا کردم و میتونستم تا آخر زندگیم به عنوان عکاس ادامه بدم. شناخته شده بودم. اما نمای درونیم یه سمت دیگه منو هدایت میکرد دلم میخواست که فیلم مستند بسازم راجع به زندگی آدم ها واقعی آدم هایی که هستن و نزدیکن و یکی دو تا تمرین کردم ازدواج کردم یکی دو تا فیلم مستند ساختم و بعد از اون رفتم یه آقای تهیه کننده خیلی مهربونی بود که قرار بود یه 52 قسمت فیلم راجع به کودکان تهیه کنه من رفتم در دفترش رو زدم و گفتم ببینید من این چند تا فیلم رو ساختم سینما خوندم خیلی سینمای مستند دوست دارم دو تا مستند کوتاه دیگه هم ساختم اگه اجازه بدید منم این امکان و شانس داشته باشم که تو مجموعه شما یه فیلم بسازم مدت ها می رفتم می گفت تو برای خودت یه چایی درست کن آینده مال توه تو میتونی بهتر کنی تو همه چیز تغییر رو میتونی هی اج... hey به من چایی میداد من انقدر ما رو بس به چایی اینور همه می اومدن قرارداد میبستن فیلم سازای جوان و خرفه ای و خوب و هی hey فیلم می ساختن و من اونجا داشتم برای خودم چایی درست میکردم تا اینکه یه روز به من گفتن آقا تکلیف منو مشخص کنید دیگه که اینجا آبدارچی که نیستم بذارید برم یه طرح خوبه هم دارم گفت باشه فلان روز بیا ما فلان روز رفتیم و سمت یخچال بود رفتم هوا هم گرگومیش بود رفتم در رو زدم دیدم که وسایل منتاج و 35 میلیمتری فیلم بود با یه فاصله از حیاتون بودن داشتن کار میکردن منتاج میکردن یکی از اون تو گفت که در باز من اینجا وایستادم بارون بارونم حالا شروع شده بود یکی برگاش گفت که بازین این اومد بعد گفتم آقا تارف نداریم بازی این چیه ما فیلم جدی داریم یک کار جدی میکنیم یکی از کارگردانا که داشت کارش انجام میشد گفت من میرم گفت ببخشید قربان اساتید مشغول کارن وقت ندارن تق در رو, رو من بست تگرگ شروع شده بود همون موقع من آروم اومدم زیر تگرگ و تگرگ میخورد تو سرم این یکی از مهمترین بخشای زندگیمه که خونم میومد صورتم و اینا گفتم تحمل کن بکش تحقیر رو تحمل کن تم پیاده رفتم خونه و همون شب بود که خانومم گفت که ما داریم بچه دار میشیم فشار خیلی زیادی رو تحمل کردم تمام انرژیمو رو جمع کردم پول قرض کردم و یه فیلم تو شیش روز فیلم برداری کردم به نام خانه مادری مرداد این فیلم فیلم مستند بود راجب یه مادر هفتاد ساله، یه زن هفتاد ساله و مادر صد سالش توی گیلان. این فیلم باعث شد که زندگی من عوض بشه. منحنی دوم زندگی من اونجا بود که من فکر کردم میتونم فیلم بسازم، مستند بسازم و خودم با یه پول کمی که دارم فیلم تهیه کنم. تهیه کننده بعدش یکی از فستیوالا که فیلم داشت میرفت توی فرودگاه منو دید و برگشت من اونجا همدیگه رو دیدیم برگشت گفت مهتا چنیدم فیلمت خیلی خوب شده و اینا بیا که با همدیگه کار کنیم و اینا گفتم قربان من دیگه با شما کار نمیکنم کنم مسیرم رو پیدا کردم خودم میتونم فیلمام رو تهیه کنم نیازی به کمک کسی به اون شکل ندارم بعد از اون فیلم شروع کردم قصه خودم رو بگم قصه‌ی صدای آدمهایی باشم که صداشون به گوش کسی نمیرسه فیلم‌های متعددی طی یه ساختم تا سال ۱۳۸۸. گفتم چه جالب چقدر انتخابات پروپیمون شده چقدر همه آدما علاقه‌مندن به رأی دادن رفتم سه تا دو تا کاندیدایی که رقابتشون سنگین بود با هم و انتخاب کردم سه تا پشتیبان یک کاندیدا و سه تا پشتیبان یک کاندیدا رو انتخاب کردم با این شش نفر و خانواده حرکت کردم گفتم برم تا موقع رأی دادن و تا بعد از رأی دادن ببینم خب اونی که باخته اون طرف ناراحت اونایی که بردن خوشحالن ما رفتیم تمام زندگیمو سرمایه گذاری کردم تو اون فیلم ریا رو دادن بعد همه چی به هم ریخت من فیلم رو متوقف کردم زندگیم رفع با انتخابات تموم شد و رئیس جمهور اومد سر کار و من نشستم خونه نشستم خونه و فکر کردم که ببین چقدر خوب حالا عکاسی کردی فیلم سازی کردی یه موقعی تو نمیتونی فیلم بسازی یعنی چی هیچی تموم شد و انتخاب جدیدم و با یک اتفاق پی گرفتم یک کتاب کارت پستال بود دکتر ناصر فکویی به من داد کارت پستال های تاریخی جهان 365 تا گفت این برای چای جالب باشه من اینکه دیدم همش دنبال این بودم که ببینم ایران تو این کارت پستال چه جایگاهی داره رسیدم به یک کارت پستال نوشته بود ایران اما افغانستان شاید پاکستان بلوچستان شاید جایی در ایران یک کپر بود یه سری زن و یه سری بچه که نیمه لخت بودن وایستاده بودن و دوربین عکاس رو نگاه میکرد من با توجه به تحقیقاتی که نسبتاً داشتم میدونستم که ما جدیترین کارت پستال ها و زیباترین کارت پستال ها رو در دوره قاجار داریم و این مال اون دوره بود رفتم پیش دکتر ایرج افشار گفتم آقای افشار من میخوام شروع کنم کار کنم رو کارت پستال تاریخی مدیای جهان داره یه جور دیگه ما رو بازنمایی میکنه امروزمون و دیروزمون رو گفت خیلی کار سختیه ولی خیلی مهمه که اگه بتونی انجام بدی شروع کردم میرفتم تو منوچهری و بازار های دست دوم دونه دونه کارت پستال های دوره قاجار رو میخوایم یه مقدار با هیجان ای این کار رو ادامه دادم دیدم هر جا میرم کارت پستال بخرم یه آدم خارجی یا نماینده یه آدم خارجی اومده و قلفتی اکسا و کارت تاریخی ما رو داره میبره کجا آلمان روحانیت رو می‌خرید، بلژیک شاهزاده های رو می‌خرید، اتریش زندگی روزمره رو می‌خرید، روزها مشروطه رو میخریدن بعد من با 20 تومن 10 هزار تومن میرفتم یه کارت پستال میخریدم اونا دلار رو یا رو اینا میذاشتن رو موقع یورو نبود دلار میذاشتن همینجوری بسته بسته بخش بزرگی از حافظه بسری کشورمون توسط اونا رفت توی جاهایی که من نمیدونم کجاست و بعد باز دوباره من بیپول شدم این نقطه رو زدم که به عنوان دلتیالوژیست یا پژوهشگر و جمعوری کننده کارت تاریخی کار جدیدم رو شروع کنم در حالی که توی فضای مستندسازی استقرار پیدا کرده بودم و شناخته شده بود. تو اوج بیپولی یه تماس با من گرفته شد و گفت از دفتر ملکه هلند با شما تماس میگیریم شما به عنوان چهره فرنگی سال 2010 جهان انتخاب شدید یه جایزه نقدی هم هست قبول میکنید یا نه باورم نمیشد اون جایزه نقدی آمد و با اون جایزه نقدی شروع کردم از جاهای مختلف دنیا کارت پستال جمع کردم 15 تا دا دانشجو انتخاب کردیم از دانشجوهای نخبه دانشگاهی کشور توی جایی که مادر خانم هم به ما داد جمع شدیم و شروع کردیم پژوهش راجب به و کارت پستال های تاریخی مرکز میراث تصویری ایران و بنیان گذاشتیم. و الان چندین کتاب توسط این مرکز چاپ شده راجب گیلان، تبریز، حج، فلسطین، کودکان دوره قاجار، اولین کارت پستال های تاریخی ایران و همین الان هم کتاب های متعددی رو داره این مرکز چاپ میکنه الان من به عنوان کسی که هیچ امکانی شاید نداشت در شروع مسیرش پیش شما وایستدم فکر میکنم که خیلی سخت بود رویاهاشو به نتیجه برسونه مهمه برای من تو زندگیم که توجه نمی به آنچه که دیگران راجع به من میگن کاری ندارم خیلی راحت نه میگم به هر آنچه که نمیخوام انجام بدم حتی اگه پیشنهادهای خیلی خوبی باشه تغییر رو خیلی دوست دارم یاد گرفتم منحنی دوم چیه کاش زودتر میفهمیدم و قبل از اینکه به یک اوجی توی کرفه برسم قبلش شروع میکنم یک مسیر دیگر رو طراحی کردن و تغییر برای من اینه که هدف هیچ وقت برای مهم نیست مسیر برای مهمه و تغییر تو مسیر برای من اتفاق میفته و مسیره که منحنی های دوم منو شکل میده و این تغییر تو دل خودش قابلیت داره و من واقعا میخوام اینو بگم برای هر کدوم از ماها میتونه اتفاقای سختی ناگواری توی زندگیمون بیفته ولی من فکر می‌کنم که یک نما هست که اگر جهت فلش رو با شور و شوق درونیتون دنبال کنید قطعا به جاهایی می‌رسید که شاید از بیراهه بره ولی شما رو به کشف‌های جدید با تعمهای جدید میرسونه که آدم منتظر شنیدن اون هستن و یکی این که میخوام به این توجهتون رو جلب کنم که آسیب پذیر بودن اصلا چیز بدی نیست اگر آسیب پذیرید اگه آسیبی تو زندگیتون دارید یا زخمی دارید پنهانش نکنید این آسیب ها و زخم هستند که انرژی ما هستند برای تداوم مسیرمون و از همه شما متشکرم که این وقت رو به من دادید